من حدود 2 روز هستش که بعد از تعطیلات دارم این دنبال این انسولین در تهران بزرگ میگردم و هیچ کدوم پیدا نمیشه در کلیه داروخونه های هلال احمر 29 فروردین و 13 آبان که داروخونه های معروف هستش. موضوع کمبود نیست، موضوع این هست که ما یک شیب قیمتی بسیار بالایی در مورد بسیاری از داروها به خصوص انسولین نسبت به کشورهای همجوارمون. کمبود انسولین در ایران داروی حیاتی صدها هزار نفر، دولت تحریم و قاچاق را مقصر اعلام می کند. این بحران با بیماران چه می کند؟ با مبتلایانی در ایران صحبت خواهیم کرد. از یک پزشک میپرسیم که ادامه این وضع چه خطراتی دارد و قاچاق یا تحریم نظر یک روزنامه نگار رو در مورد کمبود دارو میپرسیم. همچنین در برنامه امشب روز سیاه کرونا به روایت آمار دولت ایران، با اعلام مرگ 337 نفر آمار رسمی جان باختگان رکورد شکست. رویارویی چین با آمریکا بر سر حق فروش اسلحه به ایران، پکن میگوید اصرار واشنگتن بر ادامه تحریم تسلیحاتی توجیه ناپذیر است. میدونستید سالانه چند میلیون پرنده مهاجر به خاطر تقاضای ما کشته میشن؟ من از پرندگان مهاجر حمایت میکنم. و کارزاری برای مقابله با شکار پرندگان مهاجر در ایران، چهره های آشنا آستین بالا زده. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. تحریم و فساد و کرونا پنجه بر گلوی بیماران دیابتی در ایران انداخته. بر اساس ارزیابی مقام‌های رسمی میلیون‌ها نفر در ایران به بیماری دیابت مبتلا هستند و صدها هزار نفر از آنها برای درمان و زنده ماندن نیازمند انسولین. بیمارانی که باید روزی 1 تا 4 بار انسولین بزنند. مدتی است که نوع پرمصرف انسولین قلمی در ایران گران و کمیاب شده، به این معنا که این دارو با نرخ دولتی در بسیاری از داروخانه ها موجود نیست. درباره چرایی آن مقام های مسئول از قاچاق معکوس آن گفتند، به این معنا که گویا وارد کننده با دریافت ارز دولتی انسولین وارد می کند و بعد این انسولین از کشور به خارج قاچاق می شود برای فروش به قیمتی بالاتر. سودجویانی که از بالا و پایین رفتن قند خون بیمارانی جان به لب رسیده کسب منفعت می کنند. ولی چطور چنین پدیده رخ می دهد؟ بیمار باید گریبان چه کسی را بگیرد؟ بیشتر در این باره حرف می زنیم. اول گزارشی از مریم افشنگ. انسولین نیست، کمیاب است، نایاب است و پیدا نمی شود. این حرف بسیاری از بیماران دیابتی است که باید این داروی حیاتی را مصرف کنند ولی پیدایش نمی کنند. زمانی که من ایران بودم بین ماه خرداد تا شهریور، همون موقع هم اصفهان مشکل کم بود انسولین داشت و مادر من که دیابتی، انسولین ما نمیتونستیم براش تهیه کنیم. بود، داروخونه ها داشتن ولی تمام تلاششون رو میکردن که اون انسولین آزاد بفروشن و دولتی نفروشن، با وجودی که هر بیمار دیابتی یه سهمیه دولتی داره که با دفترچه اون انسولین رو میتونه تهیه کنه. یه اتفاق بعدی که آدم اینجا میفته اینه که آدم وقتی مثلا میری میپرسه که چرا آقا انسولین دولتی دارید، میگن نه. میگیم چرا؟ میگن که چرا، توضیح نشده. میگن تحریمی، میگن چه میدونم، چیزای مختلف بهونه میچینن. ولی از اون طرف همون شخص میبینیم که انسولین آزاد داره و این خب آدم میمونه، خب اگه تحریمه چجوری باز شما این انسولین رو به صورت آزاد دارید میفروشید؟ این کاملا نشونگر فساد و رانت بزرگه که اینا عزیزان دارن خودشون دولتی یه جوری میگیرن، به صورت آزاد دارن میفروشن به مردم. گفته می شود حدود 5 میلیون نفر در ایران دیابت دارند و بیش از 600 هزار نفر از آنها باید روزانه انسولین مصرف کنند. وزارت بهداشت ایران امروز اعلام کرد همه بیماران دیابتی که به انسولین نیاز دارند بر اساس سهمیه تجویزی پزشک با کد ملی می توانند سهمیه انسولین خود را دریافت کنند. موضوع کمبود نیست، موضوع این هست که ما یک شیب قیمتی بسیار بالایی در مورد بسیاری از داروها به خصوص انسولین نسبت به کشورهای همجوارمون داریم و همیشه این ریسک اینکه افرادی بجز نیازمندان و مصرف کنندگان واقعی
به هر دلیلی دسترسی پیدا کنن به اینها و با توجه به شیب قیمتی بالا اونها رو در فرایند قاچاق معکوس در کشورهای همجوار بفروشن وجود داشته. از طرف دیگر رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران گفته بیش از 1.5 برابر نیاز کشور انسولین وارد کشور شده است به روال هر سال، پس نباید هیچ کمبودی وجود داشته باشد. اما انسولین وارد شده مجدداً صادر می شود یا به عبارتی از راه‌های غیرقانونی از کشور خارج می شود. سه هفته پیش مسئول امور توزیع داروخانه‌ها در سازمان غذا و دارو اعلام کرد انسولین فقط در 500 داروخانه تهران توزیع می شود و دلیلش تحریم و مشکلات ارزی است. در روزهای گذشته اداره اطلاعات ارتش عراق از پیدا کردن 19 کامیون در استان دیاله خبر داد. رسانه‌های عراق به نقل از مقام‌های امنیتی این کشور آن را بزرگترین محموله قاچاق دارو از ایران به عراق توصیف کردند. همزمان یکی از مقام‌های وزارت بهداشت ایران گفت که این داروها از داروخانه خریده شده بود. این هم رشته توییت کیانوش جهانپور که میگوید محموله‌ای که در عراق پیدا شده از مسیر ایران و مطابق قوانین بین‌المللی ترانزیت شده. آقای جهانپور در این رشته توییت می‌نویسد مطابق اعلان گمرک جمهوری اسلامی از ابتدای سال تا 26 مهر ماه 1654 تن دارو از جمله انسولین از 5 کشور ترکیه، هند، اندونزی، چین و امارات و از مرزهای بازرگان و منطقه ویژه شهید رجایی وارد و از مرزهای غربی به عراق ترانزیت شدند. بر اساس این رشته توییت این داروها کاملا غیر ایرانی بوده و تجار عراقی آنها را از کشورهای دیگر خریدند. از سوی دیگر یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس ایران گفته که انسولین قلمی وارداتی از ایران به کشورهای همسایه قاچاق می شود چون قیمتش در آن کشورها بیشتر است. ایران می گوید علت کمبود دارو به ویژه داروهای خاص تحریم و مشکلات ارزی است. این در حالی است که آمریکا می گوید دارو و مواد غذایی شامل تحریم نمی شود. در این میان منتقدان می گویند علت کمبود دارو نه تنها تحریم بلکه همچنین فساد و رانت حاصل از ارز دولتی است که شامل واردات دارو هم می شود. مریم افشنگ، بی بی سی. گفتگوی داریم با یک مبتلا به دیابت از تهران، خانم ریحانه که الان روی خط هستن. خانم ریحانه، از کی شما شاهد کمبود انسولین بودید، خصوصا انسولین نوع قلمی؟ سلام عرض میکنم خدمتتون. شاید بهتون بگم بیشتر از یک ساله که دیابتی های نوع یک و کسایی که دچار دیابت هستن و مجبور هستن که انسولین مصرف کنن، من تو اطرافیانم که میدونم ما مشکل تهیه انسولین رو داریم، ولی خب ما با مراجعه به 2 تا یا 3 تا داروخانه میتونستیم پیدا کنیم. در حال حاضر بعضا پیش اومده به 15 تا داروخانه مراجعه شده ولی موفق به دریافت انسولین نشدیم، یا اون تعدادی که باید انسولین دریافت بکنیم به مثلا اگر تعدادش بوده 12 تا، 2 تا انسولین، 2 تا قلم انسولین رو دریافت کردیم. یعنی به این اتفاق هم افتاده که به 15 داروخانه مراجعه کردید و پیدا نکردید. خب قیمت ها چطوره؟ اگر بخواید آزاد تهیه بکنید چقدر فرق میکنه با قیمت دولتی؟ بیشتر از 10 برابر ما باید پرداخت بکنیم و البته خب الان یه شرایطی وجود داره که بعضا برای کسایی که بیمه ندارن، چون خیلی اصرار هست به این که حتما از دفترچه بیمه نسخه داشته باشن تهیه کنن، ولی اگر کسی به هر دلیلی دفترچه بیمه نداشته باشه بخواد آزاد تهیه کنه، من از دوستانم شنیدم که مثلا هر قلم رو 150 هزار تومان هم خرید کردن. وقت یک قلمی که دریافت میکنید یک روز رو کفایت میکنه، 2 روز رو، چند، چه مدتی؟ بسته به متابولیسم بدن هر فرد دیابتی. به طور مثال من ماهانه از هر قلم انسولین 3 تا مصرف میکنم، ولی خب تو بچه ها احتمالاً کمتره، باز این بستگی داره به حساسیتشون به انسولین، و تو بزرگسالان قطعا بیشتره.
و بازم عوامل دیگه موثره، ولی میانگین هر فرد دیابتیک باید حداقل یه چیز هولوش یعنی ماهیانه 5 تا قلم انسولین رو از هر نوع قلم، ما چون دو نوع قلم استفاده می‌کنیم، یعنی یه چیز هولوش 8 تا 10 قلم انسولین باید استفاده کنه، به خصوص در کنار تست قند خون که الان تست قند خونم اصلا پیدا نمیشه و من خودم مجبور شدم امروز 400 هزار تومان هزینه کنم تا دستگاه جدید بگیرم، چون نوار تست دستگاه قبلی من اصلا نیست، تو بازار به هیچ عنوان پیدا نمیشه و بسته که من قبلا می‌خریدم 75 تومان الان شده 300 هزار تومان. گفته میشه که نوعی از انسولین قلمی در داخل ایران تولید میشه، فرقی بین اینها هست مثلا اون چی که در داخل ایران تولید میشه یا مشابه خارجیش؟ ببینید ما داخل ایران انسولین های قدیمی رو به اسم رگولار MPH داریم که به هیچ عنوان کیفیت درستی به خصوص برای استفاده نوجوان و برای کودک رو نداره، به خاطر اینکه کیفیت پایینی دارن، این انسولین ها اوج اثر دارن و تشنج ایجاد میکنن، اگه کوچکترین اشتباهی اتفاق بیفته مثلا اون فرد دیابتی اگر وعده غذاییشو دیرتر بخوره یا میان وعده فراموشش بشه احتمالش خیلی زیاده که دچار افت قند شدید بشه. انسولین قلمی که تازه حالا میگن جایگزین داره میشه رو پزشکای ما به هیچ عنوان توصیه نمی‌کنن، به خاطر اینکه حالا چیزی که من شنیدم که حالا دهان به دهان گشته میگه که استانداردهای تولید دارو رو نداره، یعنی معلوم نیست حالا این انسولین رو استفاده بکنی ممکنه چه نتیجه‌ای داشته باشه در آینده، و یکی از دوستان من برادرزادهشون استفاده کردن الان ظرف 2 هفته، ایشون گفتن که به هیچ عنوان عمل کردی نداشته رو بدنشون و خیلی پیگیر هستن که از طرف من که من بهشون جایی یا داروخانه ای رو معرفی کنم که بتونن انسولین یعنی اون انسولین های خارجی رو بتونن بگیرن که وارداتی هستش، چون اصلا عمل کرده درستی نداشته و پزشکامون هم توصیه نمی کنن چون نمی دونن چه نتیجه روی بدن اون فرد دیابتی داره. البته بیماران دیابتی باید حتما با پزشک خودشون مشورت بکنند، حتما ممکنه که اونها ممکنه در مواردی نظر دیگه داشته باشن. در هر صورت اینی که مراجعه میکنید به داروخونه و با دفترچه داده نمیشه، این چقدر عام و معموله؟ ما شنیدیم و گفته شده که بعضی از افراد گفتن که وقتی به داروخونه مراجعه میکنین میگن که با دفترچه امکانش نیست، ولی به صورت آزاد ممکنه که براتون فراهم کنیم. قبلا شاید بهتون بگم مثلا 2-3 ماه پیش این قضیه خیلی رایج‌تر بود، به خاطر اینکه ما که پیگیر می‌شدیم میگفتن آزاد هست. من خودم به شخصا یه دفعه تو خیابون قرنی رفتم انسولین بگیرم، به من گفتن با دفترچه بیمه نداریم، ولی گفتم آزاد چطور؟ گفت چرا، یکی دوتا میتونم بهت بدم. و وقتی که من پیگیر شدم میگن که چون داروخانه باید هزینه این انسولین ها رو باید بیمه‌ش رو یعنی از سازمان تامین اجتماعی باید پول اینها رو بهشون برگردونه و دچار وقفه طولانی مدت شده، یعنی خیلی وقت هستش که این نسخه ها رو هزینه هاشو پرداخت نکردن، ترجیح میدن که این انسولین ها رو آزاد بفروشن تا اینکه صبر کنن تا بیمه پولشون رو پرداخت بکنه. به چند تا داروخانه که من مراجعه کردم یا از دوستانم که مثل من مبتلا به دیابت هستن پرسیدم، گفتن که اونها هم مواجه شدن با این موضوع که چون بیمه پولشون رو نمیده به خاطر همین ترجیح میدن که آزاد بفروشن، ولی الان حتی آزادش هم خیلی کمیابه نیست در واقع. خیلی ممنونم از شما خانم ریحانه، امیدوارم که مشکلاتتون حل بشه. یک بیمار دیگه، یک مبتلا به دیابت دیگه هم از تهران با ما هستند، خانم مریم. شما خانم مریم بد نیست که اول از تجربتون بگید در روزهای اخیر چقدر پیدا کردن انسولین قلمی سخت بوده؟ بله سلام، وقتتون بخیر. خب من هم یه مبتلا به دیابت نوع 1 هستم، 5 ساله که دیابت نوع 1 دارم. هممونم در جریانیم که انسولین یه دارو حیاتیه برای افراد دیابتی و چیزی که الان دیده میشه اینه که دسترسی ما به انسولینای قلمی یا همون پن خیلی خیلی محدوده و من دوستانم رو دارم میبینم که توی این شرایط کرونا که ما باید توی خونه باشیم به خاطر بیماری زمینه‌ای که داریم و خب به خاطر مراقبت از خودمون توی خونه باشیم، مجبوریم که داروخونه‌های کل شهر رو بگردیم که حالا آیا بتونیم
از یه سری داروخونه ها یکی از انسولینامونو پیدا کنیم که معمولا توی 99% مواقع ناموفقیم، یا اگر انسولینی هم پیدا میشه به قیمت های خیلی خیلی بالاتر فروخته میشه، حالا مثلا یکی دوتا و نمیدونم حدود 8-9 برابر افزایش قیمت داره و به ما انسولین رو بدن. گفتید که کرونا شرایطتون رو سخت‌تر کرده، به چه شکل؟ به دلیل اینکه بیماری زمینه‌ای دارید یا اینکه در معرض قرار می‌گیرید به خاطر گشتن دنبال دارو؟ خب ببینید به هر دو شکله، هم این که ما به خاطر بیماری زمینه‌ای که داریم میگن بیشتر در معرض کرونا قرار داریم و اگر به اصطلاح بیماری کرونا رو بگیریم برای ما این دوران سخت‌تر میگذره و حالا بماند که دیگه قندامون خیلی به هم میریزه و بالا میره، و خب ما اکثرا تا اونجایی که بتونیم رفت آمدامون رو محدود میکنیم به خاطر اینکه ما مبتلا به دیابت هستیم و اگر کرونا بگیریم شرایطمون سخت‌تر میشه. اما الان این روزا من و دوستان هر روز فکر میکنم بیشتر از 20 تا داروخونه رو سر میزنیم هممون، و خب به هر حال توی اجتماع قرار میگیریم، توی معرض کرونا قرار میگیریم به خاطر اینکه حالا بتونیم انسولینمون رو پیدا کنیم که متاسفانه موفق هم نمیشیم. اینی که میفرمایید موفق نمیشید چقدر شرایط رو براتون سخت میکنه؟ بعضی از بیماران خب نیاز مبرم دارن، نیاز بسیار شدیدی دارن به انسولین، بعضی ها ممکنه که کمتر باشه. نوع استفاده از رگولار یا ویالش که گویا فراوانتر هست براتون فراهم هست؟ ببین من اول راجع به این شرایطی که انسولین پیدا نمی کنیم بگم. خب شرایط استرس ها برای ما افراد دیابتی باعث میشه که قندامون بالا بره، و اگر به طور مکرر این اتفاق بیفته حتی ممکنه که دوستان دیابتی من و یا حتی خود من به خاطر قندهای بالا به بیمارستان بریم. الان به خاطر این محدودیت ها من خیلی از دوستان رو دارم میبینم و حتی یه سری مواقع خودم که توی استفاده از انسولین قلمی داریم صرفه جویی میکنیم، حالا مصرفمون رو کمتر میکنیم یه جاهایی کمتر استفاده میکنیم. انسولین به اصطلاح رگولار و NPH توی بازار هست و خب همونطور هم که میگن تولید داخله، انسولینی هست که به صورت سرنگ استفاده میشه در تمام دنیا. در جاهایی که من میشناسم این انسولین دیگه تقریبا منسوخ شده، حالا از پمپ سنسورهای تست قند خون دارن استفاده میکنن، ولی خب ما اگه بخوایم برگردیم به اصطلاح به این انسولین ها شرایط ما بسیار بسیار سخت‌تر میشه به خاطر اینکه اصلا محدودیت های ما رو زیاد میکنن. ما خب افت قندهای خیلی شدید میدیم، عوارض های خیلی شدیدی برامون داره، اینقدر برامون به اصطلاح منعطف نمیکنه زندگی کردن. اگر بخوایم ورزش کنیم، مهمونی بریم، حتی یه سری کارهای خیلی طبیعی، پیاده روی، رانندگی کردن، به خاطر اینکه کنترل کردن قند خون با این نوع انسولین ها بسیار بسیار سخته. و خب حالا توی یه زمانی دوستان من که سابقه شون از من خیلی بیشتر 20 سال 30 سال هست که دیابت نوع 1 دارن، وقتی صحبت میکنن خب یک زمانی مجبور بودن که از اینا استفاده کنن چون فقط همین نوع توی بازار بود، و خب وقتی که صحبت میکنن از چالش های بسیار بسیار زیادی که دارن تعریف میکنن، و عملا کنترل قند خون به صورت خیلی مناسب و اینطور که ما داریم الان با این قلم ها کنترل میکنیم با NPH و رگولار متاسفانه امکان پذیر نیست. برداشت خود شما چیه؟ فکر میکنید که دلیلش، یعنی بعد از اینکه تحریم ها تشدید شده با کمبود مواجه شدید، یا دلایل دیگه داره؟ بحث قاچاق اون الان خیلی جدیه. من راجع به این مسائل اطلاعات کافی ندارم که بخوام الان نظر بدم، اما تنها چیزی که دارم میبینم اینه که حال ما دیابتی ها خوب نیست به خاطر اینکه واقعا از روزهای آینده مون خبر نداریم. میدونیم که انسولین آیا توی روزهای آینده پیدا میشه یا نه. توی یکی دو ماه اخیر خب خیلی سخت‌تر بود و ما با کمبود مواجه شدیم، اما الان توی این چند روز اخیر ما با نبود انسولین مواجه شدیم، و حالا در کنار اون که دیگه کمبود نوار تست هم داریم. خیلی ممنونم از شما خانم مریم، امیدوارم که مشکلات شما هم حل بشه. شرایط خیلی سختیه، هم بحث کرونا و هم کمبود دارو و علاوه بر اون هم گرانیش. اجازه بدید که با خانم جنت صحبت بکنیم که الان
متصل نیستن، ولی اجازه بدید که با دکتر وفا طباطبایی متخصص غدد از نیویورک صحبت بکنیم که با ما هستن. خانم دکتر طباطبایی، برای بیماران چقدر در دسترس نبودن انسولین خطر آفرینه؟ خیلی ممنون از دعوتتون. من فقط میخواستم ابتدا شروع کنم که بگم از شنیدن صحبتهای این دو خانم عزیز از ایران که مبتلا به دیابت یک هستن بسیار متاثر شدم و بهشون تبریک میگم که اینقدر سعی میکنن از سلامت خودشون مراقبت کنن و اینقدر اطلاعات قشنگ و جامعی در مورد بیماری خودشون داشتن. من هم اکثر صحبتاشون رو از نظر پزشکی کاملا موجه بود و تایید میکنم. از نظر نیاز به انسولین، بیمارانی که تیپ یک دیابت دارن که معمولا جوانترها هستن، خب نیازشون به انسولین حیاتیه، به این معنی که اگر که انسولین نزنن بعد از 3-4 روز به کما میرن و متاسفانه جونشون به خطر میفته. و همینطور که این دو خانم عزیز اشاره کردن، انواع مختلف انسولین در کنترل قند خون اثرات بسیار متفاوتی دارن و بنابراین وجود انسولین نه تنها برای به خصوص بیماری تیپ 1 و یه تعدادی از بیماری تیپ 2 نه تنها حیاتیه، بلکه نوع انسولینی که مصرف میکنن هم خیلی مهمه. خانم دکتر طباطبایی، دو نوع انسولین گویا هست، یکیش رگولار یا ویال و یکی دیگرش هم آنالوگ یا قلمی. اینا فقط فرقش در نوع تزریق و نوع استفاده است که یکیش آسان‌تر یکیش سخت‌تر، یا اینکه از نظر کیفیت و تأثیرش بر روی کنترل قند خون هم با هم فرق میکنن؟ انواع انسولین خیلی بیشتر از دوتا است. نوعی که بیشتر مواقع ما به صورت قلمی میبینیم، اون خودش حداقل به دو نوع کلی میتونیم تقسیمش کنیم. یک نوع انسولین دراز مدته که معمولا افرادی که تیپ 1 که دیابت دارن یک بار در روز اونو تزریق میکنن، و یک نوع دیگه قلمی انسولین کوتاه مدته که معمولا افرادی که دیابت تیپ 1 دارن هر بار که غذا میخورن که توش مواد کربوهیدرات داره باید اون نوع انسولین رو تزریق کنن، که همینطور که شما خودتونم توی گزارشتون فرمودین به این معنی میشه که افرادی که مبتلا به دیابت هستن 1-4 بار در روز باید انسولین تزریق کنن. انسولینی که داخل ویال میاد که نوعهای قدیمی تر هست معمولا رگولار و ام پی اچ جز مثال هاشه، که بیشترین تفاوتی که با انسولین های همینطور که بازم دو تا خانم عزیز از ایران اشاره کرد که مدت اثرشون و اوج اثرشون متفاوته و بنابراین اینا به راحتی با همدیگه قابل تبدیل نیستن. نکته دیگه در مورد انسولین ویالی اینه که چون باید با سرنگ مصرف بشه، این ذخیره کردنش و حمل و نقلش و اینا به خصوص برای آدم های جوان تر که زندگی فعالی دارن خیلی مشکل تره. صحیح. باید در چه دمایی نگهداری بشه، چه مدت میتونن خارج از یخچال نگهش دارن، و کلن استفاده از انسولین قلمی برای جوان که زندگی فعال تری دارن خیلی راحت تره. خانم دکتر، یکی از کسانی که باشون صحبت کردیم احتمالاً شنیدید گفتن که نوار سنجش قند خون هم کمیابه. کار این نوار چیه؟ این چقدر حیاتیه؟ بسیار حیاتیه برای بیماران تیپ 1، به این معنی که هر بار که یک فردی که از دیابت نوع 1 داره میخواد غذا بخوره، غذایی که توش مواد نشاسته‌ای و کربوهیدرات داره، باید ابتدا قند خونش رو اندازه بگیره و بعد مقدار کربوهیدراتی که میخواد بخوره رو باید تخمین بزنه و بر اساس قند خون قبل از خوردن غذا و مقدار کربوهیدراتی که بخواد مصرف بکنه باید مقدار انسولین کوتاه مدت رو محاسبه بکنه و اون مقدار رو تزریق کنه. بنابراین شما اگه نتونین قند خونتون رو قبل از هر غذا تصمیم بگیرین، مثل این میمونی که با چشم بسته مقدار انسولین تزریقتون انتخاب میکنین و بنابراین احتمال خیلی زیادی وجود داره که یا بیشتر از مقداری که لازم دارین تزریق کنین و در نتیجه قندتون بیفته، یا کمتر از مقداری که لازم دارین تزریق کنین و بنابراین قند خونتون بالا بمونه.
بنابراین این امکان که افراد مبتلا به تیپ 1 دیابت به خصوص و همینطور یه تعدادی از تیپ 2 بتونن قند خونشون رو پیش از هر غذا اندازه‌گیری بکنن خیلی خیلی حیاتیه. بسیار ممنونم از دکتر وفا طباطبایی، متخصص غدد در نیویورک. و خانم جانت در ایران که متصدی داروخونه هستند به ما به برنامه وصل شدند. خانم جانت، خیلی از داروخانه ها گویا انسولین رو به قیمت دولتی نمیدن، با دفترچه نمیدن، دلیلش چیه؟ سلام خدمت شما و بینندگان. من در این خصوص نمیتونم اظهار نظر بکنم، چون تا اونجایی که میدونم اینجوری نیست. داروخونه ها به قول معروف دارو رو که داشته باشن در اختیار مریض قرار میدن. فکر نمی کنم مردم وقتی کمبود دارو باشه اونا تصورات کمبودهاشون رو به این میذارن که داروخونه باشون همکاری نمی کنه. سعید، من تقریبا فکر کنم 1.5 ماه پیش بود، یه آقایی بود فکر کنم تقریبا بالای 75 سال سن داشت. خودم تو این قضیه واقعا سعی می کنم تعهد اخلاقی و پزشکی رو رعایت بکنم با تاج قسمی که داده بودم. این بنده خدا فکر می کنم من دارو رو بهش ندارم، دارم و بهش نمیدم. وقتی بهش قسم میخورم باور کن من دارو رو ندارم، انسولین رو ندارم. باور میکنید خوب شد من محافظ رو داشتم. میدونم خیلی ناراحت بود ولی میبخشید یه حرکتی به ادبانه انجام داد. من فقط تونستم سرم رو بندازم پایین چون شرمنده شده بودم. آدم با این سن خب مستعصب شده بود که این کار رو انجام داد. اینجوری فکر نمیکنم باشه که همکارای ما خب داروها رو استود کنن، نخوام به مریض بدم. مگه چه قد میدن؟ ما بعضی از داروی انسولین رو مثلا لانتوس و بعضی اصلا مثلا بیش از 1 ماه به ما ندادن. وقتی نیاز باشه خب چجور نمیتونه اونا رو استوب کنی؟ چجور میگه آزاد بفروشیم؟ چیزی نیست، داروی نیست که ما بخوایم استوب بکنیم و خدای نکرده بخوایم با این دارو که تعدادشن خیلی کم محدود میدن و ما بخوایم با جون مریض بازی بکنیم و تجارت بکنیم. متاسفانه وقتی که جنس دارو کم باشه مردم فکر میکنن داروخانه کم فروشی میکنن. من اصلا این حرف قبول ندارم. خودتون متوجه شدید، گفتید که کمتر به شما ارائه شده، دلیلش چیه؟ یعنی کمتر تولید میشه، کمتر وارد میشه، در بازار نیست. مسئله الان در کجاست که یکی از مریضا میگفت که حدود 1 سال اینا با همچین مشکلی دست به گریبان هستن؟ 1 سالش یه مقدار فکر کنم درست نیست. این تعدادی که مثلا میگن 1 سال، الان نوامیکس که داروی انسولین تقریبا 5-6 ماه شدت کم بودش زیاد شده که به ما کم میده. خب الان شما نظر مسئولین وزارتخانه تو حوزه دارو خب اعلام کردن که ما مشکلات واردات داریم. اغلب این داروها وارداتی هن، حتی بعضی موقع مواد، حتی ما داروهای تولید داخلمون هم اغلبشون مواد اولیهشون وارداتی هن، یعنی باید ماده اولیه وارد بشه بعد به صورت فرآورده دارویی در بیاد. حالا بماند اون داروهایی که مثل انسولین ها غالبا وارداتی هن، متاسفانه اصلا به این قضیه توجه نمی کنن. به نظر من کسانی که تو بحث دارو میخوان با جون مردم ایران بازی کنن، این مصداق جنایت علیه بشریته. چون دلیل خوب الان خانم دکتر دقیقا توضیح داد که یه بیمار دیابتی از مرحله داروش تا حتی همون نوار تست قند خونش نیاز به حمایت داره، نیاز به این داره که این دارو در دسترسش قرار بگیره. مریضی که استرس داره هر روز باید دارو رو تزریق بکنه، بعضی موقع هر نوبت غذا میخوره باید تا دارو رو تزریق کنه. دارو کاملا داروی حیاتیه. من اطمینان دارم تمام اون کسانی که تو عرصه دارو هستن، از اون وارد کننده، تولید کننده، از اونایی که سیاست گذاری میکنن، نهایت تلاششون رو میکنن تا اون کسانی که مردم خدمات ارائه میدن. ولی خب وقتی که قراره در این خصوص بعضیا سیاست گذاری بکنن، در این خصوص که مردم رو تحت فشار قرار بدن و با جون مردم بازی بکنن، من نمیدونم این رو چجور بتونیم عنوانش بکنیم. خیلی کوتاه من با عنوان داروساز الان خدا وکیلی همین الان تماس گرفتن طرف نیازمند شدید داروی انسولین، میگه چه کار کنم. خب نیست، واقعا مردم مستعصل شدن. اینی که میفرمایید نیست، ما در گزارش هم داشتیم که یکی از مقام ها میگفت 1.5 برابر نیاز وارد شده انسولین. مسئله قاچاق چقدر دیده میشه؟ من این حرف قبول ندارم، من نمیدونم کدوم مقام این حرف رو زده، ولی الان ما
لانتوس رو که اصلا خیلی وقت دریافت نکردیم. نوراویت و نوامیکس هم وقتی به همون میدن سهمیه، یعنی اونقدر که ما بخوایم که به همون نمیدن، سهمیه میدن. ما مجبوریم بر اساس همون سهمیه به مریض به قول معروف بدیم. یعنی ما به هیچ عنوان که من نمیدونم یکنیم برابر وارد کردن، ولی به منی که توی عرصه دارو بحث دارو خوده دارم، دارو رو باید مریض عرضه بکنم، نه چنین چیزی نیست. واقعا ما کمبود رو احساس میکنیم. بسیار ممنونم از شما خانم ژنت داروساز از ایران. و اما هادی چاوشی خبرنگار پیشین روزنامه دنیای اقتصاد و هفته نامه تجارت فردا از روم با ما هستن. آقای چاوشی، قاچاق معکوس، الان بعضی از مقام ها از قاچاق معکوس دارن حرف میزنن، این چطور انجام میشه؟ ببینید، ماجرا اینه که شما وقتی یه کالایی رو با قیمت دلار 4200 تومانی وارد کشور میکنید و در همون حال قیمت دلار تو بازار آزادتون 7 تا 8 برابره اون قیمت 4200 تومان هست، شما یه فاصله اختلاف قیمت خیلی زیادی ایجاد کردید که اون کسی که اون کالا رو در اختیار داره باید خیلی آدم خیشتنداری باشه که این انگیزه رو پیدا نکنه که این رو نره تو مرزهای کشور، بیرون از مرزهای کشور، یا شاید حتی تو بازار داخلی خودمون تو مبادی غیر قانونی غیر رسمی بفروشه. بدیهیه که این انگیزه وقتی ایجاد بشه برای کسی، حالا هر کسی باشه، من نمیدونم، این خانم داروساز میگفتن به ما نرسیده، ممکنه دستهایی که قبل از این خانم داروساز یا داروخانه های دیگه وجود دارن انگیزه دارن که این دارو رو صادر کنن یا تو بازار غیر مجاز بفروشن با حذف هزینه های سربارش، رشوه ای که احتمالاً باید به خاطر قاچاق بدن یا هزینه های ریسکی که میپذیرن، ممکنه 7 تا 8 برابر دلار آزاد به دستشون نرسه، ولی 5 برابر که میرسه. و این منافع طبیعیه که باعث میشه که آدم انگیزه داشته باشه برای قاچاق. آقای چاوشی، وقتی در سراسر کشور جنسی نایاب میشه یا کمیاب میشه، احتمالاً مسئله یک کامیون دو کامیون نیست، احتمالاً یک کاروانهای بزرگی راه میفته. بدون هماهنگی‌هایی، بدون مثلا دست داشتن بعضی از مقام‌ها، مثلا چنین چیزی امکان داره؟ ببین، البته یه داروی مثل انسولین با ابعاد کوچیک و ارزش بالایی که داره ممکن حتی چمدانی قاچاق بشه. مطمئن نیستیم که لزوماً تو ابعاد بزرگ قاچاق میشه یا تو ابعاد کوچیک، ولی احتمال اون هم هست. شما وقتی این همه دست‌های مراحل مختلف، حلقه‌های مختلف نظارت و بازبینی و اینها می‌ذارید، احتمال این که یا خود اونها در این کار دخیل باشند یا اینکه نه، کسانی به اونها رشوه بدن، از همون فاصله قیمتی زیادی که خدمتتون گفتم به اینها رشوه بدن و اونها رو بخرن بیارن تو سمت خودشون، خیلی زیاد میشه. طبیعیه که این هزینه، فاصله زیاد سود، اجازه هر گونه، یعنی انگیزه هر گونه تخلف و رفتار غیرقانونی رو ایجاد می‌کنه. و حتی اگر همه این هزینه ها رو هم اون فردی که میخواد این کار رو انجام بده بپردازه، باز هم سود زیادی خواهد داشت. من یه نمونه ای بگم، شما راجع به نان هم میدونید که همین روزها ما در ارومیه و در منطقه غربی کشور هم مشکل مشابهی داریم. بله، دیروز گزارش داشتیم دربارش. بله بله، نان هم دلار 4200 تومانی میگیره و به همین مقدار انگیزه هست برای قاچاقش. ولی چرا فقط از قسمت غربی کشور این اتفاق میفته، گندم و آرد و نان حتی قاچاق میشه؟ چون حجیمه و صرف نمیکنه که هزینه حمل و نقلش زیاده که از همه جای کشور بره. ولی انسولین کم حجمه، داروهای دیگه کم حجمن و ارزشمندن، حتی از سیستان و بلوچستان هم شما ممکنه بسرفه که چمدانی به صورت تا حدود زیادی پنهانی و طوری که کسی متوجه نشه منتقل کنید و از مرزها خارج کنید. چاره کار در چی؟ الان بعضی از سامانه تیتک دارن حرف میزنن که گویا قابل پیگیریه، قابل ردیابی فروش دارویا، تولید داخلی و چیزهایی از این دست. چی کار میتونن بکنن؟ ببینید، من دو تا نکته به ذهنم میرسه. اولا اینکه تا زمانی که ما دلار 4200 تومانی به هر کالایی تو کشور بدیم، این زمینه قاچاق و انگیزه قاچاق وجود داره و با هیچ بگیر و ببندی، با هیچ سامانه‌ای نمیشه جلوش رو گرفت. کاری که ما باید بکنیم، دولت باید بکنه، اینه که این رانت فاصله قیمتی رو حذف کنه. دلار 4200 تومانی واقعا به دست اون کسی که باید برسه نمیرسه. این دلار باید حذف بشه و در مقابل کاری که میتونن بکنن اینه که اگر میخواد دولت به مصرف کننده نهایی یارانه بده، یارانه رو مستقیما به طرف تقاضا بده، به خود مصرف کننده بده. قیمت انسولین در بازار آزاد هر چی میخواد باشه،
اگر این اتفاق بیفته، یارانه‌ای که به دست مصرف کننده میرسه خودش میدونه، میتونه انسولینش رو تهیه کنه. و از اون طرف وقتی قیمت انسولین قیمت واقعی باشه که تو بازار جهانی هست، تولید کننده داخلی ما هم که الان دوستان میگفتن کیفیت انسولینشون پایینه، به خاطر اینکه وقتی تولید میکنن با قیمت گذاری دستوری دولت مجبورن توی قیمت پایینی بفروشن، انگیزه ندارن که کیفیتشون رو بالا ببرن. اما اگر قیمت انسولین قیمت واقعی بازار جهانیش بشه، اون تولید کننده هم انگیزه پیدا میکنه که تولیدش رو با کیفیت تر کنه و شاید اصلا دیگه نیاز نباشه که اینقدر واردات ما داشته باشیم که با مشکلات تحریم و اینها واقعا هم هست و واقعا هم اثر گذاشته رو واردات ما. ولی اگر ما بتونیم اون اتفاق رو انجام بدیم، هم وارداتمون احتمالا بهتر میسر خواهد شد و هم تولید داخلیمون اینقدر کیفیت پیدا میکنه که بخشی از لااقل بخشی از بیماران ما میتونن از اون استفاده کنن. ممنونم از هادی چاوشی، خبرنگار پیشین روزنامه دنیای اقتصاد و هفته‌نامه تجارت فردا در روم. آمار رسمی قربانیان کرونا در ایران امروز رکورد شکست و به 337 نفر در یک شبانه روز رسید. وزیر بهداشت میگوید که شدت سرایت ویروس بیشتر شده و حتی ممکن است قدرت بیماریزایی آن با جهش ویروس افزایش یافته باشد. به گفته دکتر سعید نمکی، ویروس کرونا حالا افراد را در سنین پایین‌تر هم گرفتار می‌کند و وخامت حال بیماران را بیشتر. ادامه شیوع کرونا همزمان شده با آغاز فصل سرد در ایران و مواجهه با پدیده وارونگی هوا و بالا رفتن غلظت آلاینده های مضر، شرایطی که میتواند بحران کرونا را وخیم تر کند. شبنم شعبانی گزارش میدهد. با کمال تأسف طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 337 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم. جانهای دیگری که تنها در یک شبانه روز گذشته از دست رفتند. و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور، رسانه‌ها در ایران آن را روز سیاه کرونا خواندند. اگر امروز سیاه باشد، با توجه به شمار قربانیان روزهای پیش، مدت هاست که اوضاع تیره و تار است. نزدیک به 4800 بیمار بدحال کووید همین امروز در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های ایران بستری هستند. این یعنی بیش از نیمی از 7 تا 8000 تخت مراقبت ویژه کشور زیر سایه سیاه کرونا است و بیمارستان‌ها برای فراهم کردن امکانات برای بیماران بدحال تحت فشار هستند. نیمه سرد سال هم با همه نگرانی‌ها بابت وخیم‌تر شدن وضعیت حالا مدتی است که از راه رسیده. نگرانی‌ها در خصوص همزمانی شیوع کرونا با ابتلا به سرماخوردگی‌های فصلی و آنفولانزا در سایه بی‌نظمی‌ها در دسترسی به واکسن پررنگ است. وارونگی هوا و بالا رفتن غلظت آلاینده‌های مضر در هوا هم نفس تهران و بسیاری دیگر از کلان شهرها و شهرهای بزرگ ایران را در وانفسای شیوع کرونا به شمار انداخته. نگاهی به نقشه سامانه پایش کیفی هوای کشور نشان می‌دهد کیفیت هوا در چند نقطه کشور برای گروه‌های حساس ناسالم است. شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تاکید دارد که استمرار 8 روزه این وضعیت در پایتخت وضعیت را نگران کننده تر هم می‌کند. نگرانی بزرگتر اما شاید احتمال شیوع بیشتر کرونا با تنزل کیفیت هوا باشد. این حرف‌های اخیر ایرج حریری، معاون کل وزارت بهداشت ایران. همچنان وضعیت شیوع ویروس کرونا در تهران بسیار نگران کننده است و به خصوص آلودگی هوا و نیز سرما باعث افزایش انتشار ویروس کرونا خواهد شد. از آغاز همه‌گیری جهانی کرونا با وجود اثر بزرگش بر زندگی ساکنان زمین زمان زیادی نگذشته. هنوز بسیاری از ویژگی‌های ویروس عامل ابتلا به کووید 19 ناشناخته ماندند و اولویت پژوهش‌ها درباره کووید به چگونگی مهار یا ساخت واکسن آن گذشته. با این حال پژوهش‌هایی در جامعه‌های آماری محدود درباره اثر غلظت آلاینده‌های هوا بر میزان شیوع ویروس یا آسیب پذیری برابر آن انجام شده. از جمله پژوهشی در آمریکا که مجمع جهانی اقتصاد در وبسایتش آن را چاپ کرده. آلودگی هوا احتمال ابتلا به کرونا و مرگ مبتلایان را افزایش می‌دهد. واقعیت این روزها حضور همزمان کرونا، سرما و آلودگی هوا در بسیاری از نقاط ایران است. و شاید برای حذف تیتر روزهای سیاه کرونا
چاره فعلا همان فاصله گذاری اجتماعی و زدن ماسک باشد. شبنم شعبانی، بی بی سی. چین با اصرار آمریکا مبنی بر ادامه تحریم تسلیحاتی ایران مخالفت کرد. وزارت خارجه چین موضع آمریکا را اساساً غیر قابل توجیه توصیف کرد و واشنگتن را متهم کرد که در امور داخلی کشورهای دیگر دخالت می‌کند. آمریکا می‌گوید قطعنامه‌های تحریم ایران که پیش از برجام در شورای امنیت تصویب شده بودند لازم الاجرا هستند. اما ایران می‌گوید که بر اساس قطعنامه 2231 که بعد از برجام تصویب شد از دیروز تحریم تسلیحاتی ایران به پایان رسیده. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. یک روز بعد از اینکه ایران اعلام کرد تحریم تسلیحاتی به پایان رسیده، مهمترین حمایت بین المللی از تهران در اینجا رقم خورد. کنفرانس خبری ژائو لیجان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین که به تندی به موضع آمریکا در قبال ایران واکنش نشان داد و آن را دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر خواند. اختلاف فعلی بر سر جزئیات قطعنامه 2231 شورای امنیت و ادعای آمریکا مبنی بر فعال کردن گزینه ماشه است. بر اساس این قطعنامه از دیروز تحریم تسلیحاتی ایران به پایان رسیده. اما آمریکا میگوید که چون گزینه ماشه را فعال کرده، قطعنامه‌های پیشین تحریم ایران از جمله قطعنامه‌های مرتبط با تحریم تسلیحاتی همچنان لازم الاجرا هستند و هیچ کشوری نباید به ایران سلاح بفروشد. موضعی که دیروز مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به این شکل در توییتر به آن واکنش نشان داد. هیچ کشوری که خواهان خاورمیانه ای صلح‌آمیز باشد به ایران تسلیحات نمی فروشد. ایران هر اسلحه‌ای را که بخرد برای پیشبرد تندروی‌هایش به کار می‌گیرد. ما با استفاده از اختیارات داخلی خودمان اشخاص یا سازمان‌هایی را که به فروش سلاح به ایران کمک کنند تحریم خواهیم کرد. حالا چین که خود می‌تواند یکی از فروشندگان تسلیحات مورد نیاز به ایران باشد، میگوید که این حرفای طرف آمریکایی اساساً غیر قابل توجیه هستند. اما آیا با وضعیت فعلی و اصرار آمریکا چین همچنان حاضر است به ایران سلاح بفروشد؟ سیاست صادرات تسلیحاتی ما و عملکردمان در این زمینه به خوبی مسئولیت پذیری ما را نشان می‌دهد. برعکس این آمریکاست که به دست فروش تسلیحات در همه جای دنیا تبدیل شده و از تجارت اسلحه برای اهداف ژئوپلیتیک بهره می‌برد و به شکل علنی در امور داخلی کشورهای دیگر دخالت می‌کنند. رسانه‌های رسمی و مقام‌های عالی رتبه ایرانی در 24 ساعت اخیر با مسئله پایان تحریم تسلیحاتی به عنوان یک دستاورد دیپلماتیک برخورد کردند. این یکی از آخرین واکنش‌هاست. اهمیت دفاع برای همه روشن‌تر شد. امیر حاتمی وزیر دفاع ایران در این برنامه تلویزیونی میگوید نه فقط خرید سلاح که حتی فروش سلاح هم از جمله اهداف استراتژیک حکومت ایران در سال‌های پیش روست. اولا به لحاظ دفاعی قدرتمند باشیم، خود اتکا باشیم و ثانیاً کمک کنیم به کشورهایی که می‌خواهند از تمامیت ارضی خودشون، میخواهند از موجودیت خودشون دفاع بکنن، که صلح مراقبت بشه، که صلح حفاظت بشه، که صلح در واقع تو جامعه بماند، ثبات بماند. تحریم تسلیحاتی که در نهایت به تضعیف قدرت نظامی منجر میشود از جمله نگرانی های اصلی سران حکومت ایران است و در منطقه با حمایت کشورهایی مانند اسرائیل روبروست. کشورهایی که میگویند قدرت نظامی جمهوری اسلامی تهدیدی برای امنیت آنها محسوب میشود. کیوان حسینی، بی بی سی. والدین نوید افکاری، کشتیگیر ایرانی که حدود یک ماه و نیم پیش به اتهام قتل یک مامور دولتی همزمان با اعتراضات مرداد سال 97 در شیراز اعدام شد، در نامه‌ای به قاضی ناظر زندان عادل‌آباد خواهان رسیدگی به وضعیت دو فرزند دیگرشان شدند که گفته شده نزدیک به 45 روز است بدون هیچ توضیحی در سلول انفرادی به سر میبرند و ممنوع الملاقات هستند. در متن نامه که در فضای مجازی منتشر شده، خانواده افکاری گفتند که شکایات فرزندانشان درباره ضرب و شتم و شکنجه آنها در زندان باید پیگیری شود. آنها همچنین خواهان انتقال فرزندانشان از سلول انفرادی به بند عمومی شدند. برادران افکاری اتهام دست داشتن در قتل را رد کردند. مهدی محمودیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از تهران با ماست. آقای محمودیان، از برادران افکاری چه خبر؟ چه اطلاعاتی در دست است؟
متاسفانه چند روز قبل از اعدام غیرقانونی و ناجوانمردانه نوید افکاری، نوید و دو برادر دیگرش رو به سلول انفرادی منتقل کردن در زندان شیراز و از اون تاریخ تا به امروز در سلول انفرادی هستند، با اینکه چند باری هم ملاقات کردن با تدابیر شدید امنیتی در حضور خانوادهشون دیدار کردن، اما عملا طبق قانون ممنوع الخروج ملاقات هستند و به صورت خیلی خاص بهشون ملاقات میدن. موضوع اصلی که باعث نگرانی هست در این زمینه اینه که همون روزی که قبل از روزی که اعدام شد، نوید اعدام بشه، شب قبلش تلفنی با خانواده صحبت میکنه و همینطور دو برادر دیگه و هر سه ادعا میکنند که مورد شکنجه قرار گرفتن، پزشکی قانونی مراجعه کرده و زخم‌ها و آثار ضرب و جرح رو روی بدن این سه برادر ضبط کرده و ثبت شده. متاسفانه همون موقع به این موضوع رسیدگی نشد و تنها قوه قضاییه یک بیانیه صادر کرد دادستان شیراز و همینطور سخنگوی قوه قضاییه یک بیانیه صادر کردن و در اون مدعی شدن که پزشکی قانونی صرفا نوید رو معاینه کرده و در این معاینه به آثار ضرب و شتم دیده نشده، در صورتی که نوید افکاری در تماسی که با برادرش چند ساعت قبل از اعدام داشت اعلام میکنه که 17 جای بدنی زخم شده و این در گزارش پزشکی قانونی ثبت شده. از اونجایی که اجازه ندادن جنازه دیده بشه توسط دکتر پزشک معتمد خانواده و وکلا دیده بشه، طبیعتاً اون رو دیگه شاید نشه الان از نظر قانونی اثبات کرد. اما ادامه انفرادی دو برادر دیگه، یعنی وحید و حبیب، که به گفته خودشون حداقل 15 جای بدنشون زخم شده به خاطر آثار ضرب و شتم ثبت شده، باید توسط پزشک معتمد و در حضور وکلا معاینه بشن. متاسفانه این کار رو نکردن تا اینکه تو همین چند روز اخیر رئیس زندان اعلام کرده که این موضوع رو تایید کرده و گفته که این موضوع توسط پزشکان ثبت شده، شکایت ثبت شده، اما از ارائه تاریخ، شماره و جایی که بشه رفت پیگیری کرد این شکایت رو خودداری میکنن و مهمتر از همه این نکات اینه که نمک به زخم خانواده هم میپاشن. یعنی خانواده‌ای که باید تو این روزا عزادار بچه‌ای باشه که میتونست الان در کنارشون باشه، در حالی که تمام شواهد گواهی بود که خانواده شاکی حتی بر فرض محال که اون قتل اثبات شده باشه، حتی بر فرض محال در حال رضایت دادن بود، اون خانواده آماده رضایت بود، اما دستگاه قضایی و من میتونم بگم که بخش خودسر دستگاه قضایی با همکاری دستگاه قضایی دست به این اقدام زدن و اون بچه رو ناجوانمردانه اعدام کردن. نتیجه اون اعدام اینه که الان بعد از 45 روز حتی اجازه نمیدن دو برادر دیگه با آثار ضرب و جرح در بدنشون بتونن بند عمومی منتقل بشن. این خانواده هم هیچ انتظار دیگه ای الان نداره، میخواد که همون جوری که دستگاه قضایی مدعیه، هر روز هم با یک شعار نمایشی، نمیدونم اقتدار امنیت، نمیدونم سند امنیت میاد و امنیت قضایی میاد و شعار میده، وقتی که به یکی از این شعاراش عمل بکنه. خانواده یک چیز صریح میخواد، یک پرونده ای از لحاظ قانونی ادعا شده که به صورت قانونی بوده، ادعا شده قصاص بوده، ادعا شده که نمیدونم روال قانونی رو طی کرده. اگر روال قانونی رو طی کرده، الان دستگاه قضایی باید طبق روال قانونی دو برادر دیگر رو به بند عمومی باید منتقل بکنه، به شکایتشون در مبنی بر ضرب و شتم توسط مسئول حفاظت زندان که اسم بردن، این اسم هم اسم آقای علی خادم الحسینیه، گارد زندان، رئیس گارد زندان یا یک پستی شبیه این داره، به صورت مشخص اسم برده شده و شکایت شده. صحیح. باید این شکایت مثل بقیه شکایت رسیدگی بشه. شما خودتون هم یک حکم دارید، 5 سال زندان، از اون چه خبر؟ من حکم 5 سالم امروز توسط شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تایید شد. البته بهتر این که بگم که به جای دادگاه تجدید نظر بگم دادگاه تایید نظر، چون اساساً پرونده‌ای به دادگاه تجدید نظر ارسال نمیشه. تاریخ ارسال پرونده من
پرونده من و دوستانم، چون به جز من 4 نفر یا 5 نفر دیگه هم در این پرونده حکم داشتن و یک پرونده 1000 صفحه‌ای بوده، حالا به قول خودشون 17 تا جلد بوده، حالا اون چیزی که ما دیدیم البته کمتر بود، اما مدعی بودن 17 جلد پرونده است و از 17 نفر بازجویی شده تو این پرونده. من بابت این پرونده در 2 نوبت یه 20 روز یه 10 روز بازجویی شدم، زندان رفتم، بازداشت شدم. لذا یه پرونده خیلی ضخیمیه، نزدیک به 800 صفحه 900 صفحه شاید حداقل من دیدم، خود دادگاه مدعی بود 1800 صفحه. این پرونده 6 مهر ماه طبق ثبت در دادگاه تجدید نظر ثبت شده و 8 حکم صادر شده و 9 هم حکم تو سیستم ثبت شده. یعنی عملا تنها 24 ساعت، یعنی اگر روز 7 که 6 که این حکم به عبارتی حالا این پرونده ارجاع شده رو حساب نکنیم و روز 8 صدور حکم بدونیم، فقط 24 ساعت این پرونده در دادگاه تجدید نظر بوده و عملا دادگاه صرفا به دستور نهاد امنیتی عمل کرده، کما اینکه در دادگاه بدوی هم به همین صورت بود. من در دادگاه بدوی دفاع آخر نداشتم تو پرونده این، اصلا قاضی انقدر عجله داشت برای امضای حکمی که نهادهای امنیتی در اختیارش گذاشته بودن، عجله برای صدورش داشت که از من دفاع آخر یادش رو بگیره. توی پرونده‌ام هم که اصلا دفاع نگرفت، یعنی حتی از من سوال هم نکرده که مثلا این اتهامو قبول داری یا نداری، صرفا یه تفهیم اتهام کرده و حکم صادر کرد. انتظار آنچنانی از دستگاه قضایی رو پرونده‌های خودم نمیدونم، وقتی میبینم برای یک حکم سالب حیات که قرار جون یک انسان از بین بره و دیگه قابل جبران، کل دیوان عالی کشور که مثلا باید عادل ترین بخش کشور باشه، شعبه 19 دیوان عالی کشور فقط 6 روز وقت میذاره در حالی که 2 روزش هم تعطیله، طبیعتا احکامی مثل ما 4 سال و 5 سال زندان دیگه براشون اهمیتی نداره، وقتی جون آدم ها اهمیتی نداره. ممنونم از مهدی محمودیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در تهران. با فرارسیدن فصل شکار پرنده‌های مهاجر در شمال ایران که سال‌هاست صدای فعالان محیط زیست رو درآورده، امسال این فعالان تلاشی تازه رو برای جلوگیری از فروش گوشت پرنده‌های مهاجر در رستوران‌ها شروع کردند. سالانه بیش از 1 میلیون پرنده مهاجر در ایران صید می‌شود و بسیاری از صیادان و سردستگان آنها به چشم منابع درآمد به آنها نگاه می‌کنند. سیاوش اردلان گزارش می‌داد، با این هشدار که دیدن بعضی از تصاویر این گزارش ممکن است آزاردهنده باشد. تورهای صید در شمال ایران گسترده شدند. امسال هم قتل عامی دیگر در راه است. هنوز اینجا کسی در دولت حریف مافیاهای صید پرندگان مهاجر نشده یا نخواسته بشود. سلام. میدونستید سالانه چند میلیون پرنده مهاجر به خاطر تقاضای ما کشته میشن؟ ولی امسال تلاش‌های مدنی با کمک سلبریتی‌ها جانی تازه گرفته. من از پرنده مهاجر حمایت من از پرندگان مهاجر حمایت میکنم. من از پرنده مهاجر حمایت میکنم. اشاره این سلبریتی ها به شکار سالانه بیش از 1 میلیون پرنده مهاجری است که از نقاط سردسیر سیبری خود را به ایران میرسانند، ولی مجال نمییابند تا آرام بگیرند و به گردش و سلامت طبیعت شمال ایران کمک کنند. پرنده های مهاجر یکی از مهمترین مؤلفه های تاب‌آوری یک سرزمین محسوب میشه. این محمد درویش است، از فعالان محیط زیست و یکی از کسانی که امسال ابتکار عمل را به دست گرفته. چرا که هم میتونن جمعیت آفات رو کنترل بکنن و هم میتونن به کمک فضله هاشون حاصلخیزی خاک رو افزایش بدن، غذا برای ماهی ها فراهم بکنن و البته میتونن چشم‌انداز های هوشربایی برای انسان ها حرف از تاب‌آوری طبیعت و شکار پایدار اینجا در بازار پرندگان فریدون کنار خریدار ندارد. بازاری که سود کلان آن به جیب عده معدودی از سردسته های صیادان می رود و صنعتی که با شکستن بال پرنده ها رونق می گیرد. این الان دیگه میخواد چیکار کنی شما الان گردن بزنی بنده صدای شکستن بال اینها رو وقتی در هم میکنن شنیدن، کدوم قلبی، کدوم وجدانی، کدوم دینی چنین چیزی رو اجازه میده؟ پشتیبانهای ناخواسته این صنعت دلخراش مشتریانی هستند که صدها هزار تومان برای یک وعده غذا با گوشت این گونه های نایاب پرنده میپردازند.
و آنگونه که روزنامه همشهری خبر داده، رستوران هایی که منیوی شفاهی آنها گوشت پرنده های مهاجر است. گوشتی که از رهگذر این قبیل کشتارها به دست می آید. یکی از چندین شیوه شکار پرنده های مهاجر که حالا می رود تا تالاب های خوزستان را هم به حمام خون بدل کند. درآمد کلانی که از این روش های صیادی در مازندران و خوزستان حاصل می شود، در نقاط دیگر ایران از راه گردشگری و توسعه پایدار به دست می آید. خیلی حس خوبی داره. واقعا چسبید، هم تفریح هم خستگی کار و جاده به قول معروف از تنمون رفت. از اینجا در کیش گرفته که پرندگان مهاجر آزادانه پرواز می کنند تا اصفهان اگر زاینده رود آبی داشته باشد. الان بهت میگم مارک هاوز ایت. Yeah, beautiful. تا اینجا در پارک چیتگر. ولی این احتمال هست که زنگ خطر انقراض گونه های پرنده در دیگر مناطق ایران نیز شنیده شود و این به غیر از بیماری های احتمالی است که پرندگان مهاجر می توانند به طیور محلی و در نتیجه به انسان ها منتقل کنند. شکار و صید و مصرف پرنده مهاجر خودداری بشه. این توصیه به این دلیل نیست که بگیم حتما آلودن، ولی باید احتمال بدیم که با خودشون آلودگی و ویروس جدید رو بیارن و باعث انتقال و انتشار بیماری در سطح هم طیور بومی، مزارع پرورش طیور بومی و طیور صنعتی بشن. نقش پرنده های مهاجر در تقویت خاک و از بین بردن آفات و کمک به کشاورزی یک واقعیت است. آنگونه که خودداری مردم از خوردن و خریدن گوشت پرنده، مخصوصا مردم محلی، می توانند نقطه پایانی بر سودجویی صیادان باشد. بازار فریدون کنار امسال هم به راه است. هرچند مسئولان محیط زیست از نیروی انتظامی خواستند حداقل با رستوران هایی که گوشت پرنده مهاجر می فروشند برخورد کنند. این اتفاق نیافتاده. من اعلام می کنم که من از پرنده مهاجر حمایت می کنم. ولی کارزار فرهنگسازی فعالان مدنی از طریق چهره‌های معروف هم به راه است. سیاوش اردلان، بی بی سی. من از پرنده مهاجر حمایت می‌کنم. به پایان این برنامه 60 دقیقه رسیدیم. بسیار ممنونیم از شما که برنامه رو تا آخر دیدید. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی و همینطور کانال یوتیوب ما تماشا کنید. سپاس از همراهی شما.